حمد به حد ثنای به اعداد بر خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. درود و پیامی صمیمی به یکایک شما تماشابینان نهایت گرامی. امروز می خواهم درباره یکی از کلیدهای موفقیت، هدفمندی صحبت کنم. هدف وسیله است که توانایی‌های ما، امکانیت، قابلیت و ملکه های ما را به یک سمت معین و روشن روانه می کند. هدف این است که داشته هایمان، یعنی امکانیت و مهارت هایمان در خدمت ما باشند تا به نتیجه برسیم. اینجا اشاره کردن عین مدعاست که نقشه هایی که تنها در ذهن داریم و آن را به جای نمی نویسیم هدف نامیدن درست نیست، بلکه آرزو و خیالات است. هدف باید نوشته شود. در هدف نویسی روش های گوناگون مطرح گردیده است که بهترین و معمول ترین آن روش سمارت به حساب می رود. واقعا هم بسیار از میلیونران و میلیاردران و سخنوران مشهور جهانی یک از سر موفقیت های خود را در هدف نویسی از روی برنامه سمارت شرط دادند که نباید این قانون را نادیده گرفت. نخستین بار این اصطلاح از جانب یک دانشمند آمریکایی با نام جورج دوران در سال 1981 مطرح گردیده است. سمارت کلمه انگلیسی بوده معنای هوشمند، زیرک می آید. از این رو سمارت یک وسیله است برای نوشتن اهداف هوشمندانه. هر یک حرف سمارت به یک معیار هدف گذاری دلالت می کند. بسیاری ها هر هدف هایشان را می نویسند ولی به قانون سمارت راست نمی آید. پس قانون سمارت چه خصوصیت ها دارد؟ سمارت از پنج حرف عبارت است. معیار نخستین هدف گذاری را از روی حرف اولی سمارت می گیریم. S specific، یعنی مشخص، واضح، روشن. مثلا اگر هدف آموزش زبان نو است، اینجا باید مشخص کرد که زبان نو را کی آموختن می خواهد، کدام زبان را آموختن می خواهد، چرا به آموزش آن میل و رغبت دارد، کی و در کجا آموختن می خواهد. از اینجا معلوم شد که برای معین کردن معیار یکم سمارت، یعنی سپسیفیک، باید پنج سوال را پرسان شویم. کی می خواهد، چی را می خواهد، چرا می خواهد، کی می خواهد، در کجا می خواهد. با نظر داشت این طلبات اینجا می توانیم یک جمله بیان سازیم. من مأمورعلی در دوام سال روان، یعنی سال 2022، به خاطر آزاد برآمد کردن در کنفرانس ها و محفل ها با زبان انگلیسی، می خواهم این زبان را در مرکز زبان آموزی دانش بیاموزم. انا این جمله به یکم معیار سمارت جوابگو است، زیرا به پنج پرسش پیشنهاد شده مشخص پاسخ می گوید. معیار دومی قانون سمارت با حرف M سر می شود، میجربل، یعنی سنجیده شونده. از روی این طلبات هدف باید قابل قیاس و سنجش باشد. اگر دانستن خواهید که هدفتان قابل سنجش هست، از خود پرسید چی قدر، چه اندازه، چگونه می فهمم که به هدفم رسیدم. مثلا یک برادر با نام تلپک بای آدم بسا فربه هست. او یک ماه پیش از ازدواجش به خود هدف می گذارد که 20 کیلو وزنش را کم کند. از روی سنجش و قیاس هدف او نادرست براه مانده شده است. اگر او چنین تصمیم را 6 ماه قبل یا 1 سال قبل می گرفت و برای تطبیق آن تلاش می کرد، شاید به هدفش می رسید. اگر در یک ماه خاصتا پیش از ازدواج 20 کیلوگرم وزن خود را کم کند، احتمال بیشتر در آن است که او از بی‌حالی شاید روز تویش با پای خود راست ایستاده نتواند، مگر اینکه روز تویش یک عصا گیرد و بر آن تکیه کند. این کار خیلی بر جسمش نیز خطرناک است. شرط سیوم هدف گذاری از روی سمارت با حرف
ای سر می شود. اگریت یعنی هدف باید عملی شونده باشد، اجرا شونده باشد. در زبان عربی اگرید را متفقون علیه معنی دادن، این تطبیق شونده از دو جانب، هم از جانب اجرا کننده و هم از جانب اجرا شونده. برای معین کردن این معیار هدف گذاری می توان دو سوال را از خود پرسید. یکم، آیا توانایی و مهارت و ملکه من برای رسیدن بر آن هدفم کافی هستند؟ دویم، آیا خود هدف خصوصیت عملی شدن را دارد؟ مثلا اگر هدف شما به کیهان رفتن است، آیا مزد آن را پرداخت کرده می توانید؟ در همین خصوص روانشناس مشهور ایرانی دکتر انوشا مثال بسیار زیبا آورده می گوید، برای مشخص کردن هدف مثل تاکسی اینترنتی عمل کنید. وقتی تاکسی را به طریق اینترنت فرمایش می دهید، اولا مکانت را مشخص می کنید در کدام سراغه هستید. پیش از هدف گذاری نیز باید اولا معین کرد که در کجا قرار دارید، در کجای علم، در کجای اقتصاد، در کجای پیشرفت. بعدا به تاکسی جای می رفتتان را تعیین می کنید. بعد آن ارزش راهکرا را می بینید که چند سوم است، آیا پرداخت کرده می توانید یا نه. پس هدف گذاری نیز همین گونه است. اگر خواهید علمی تیب را آموزید، ارزشش 7 سال نقد عمر است. همچون که گاه تاکسی شما را به سراغه گفتتان با راه های دیگر می رساند، همین گونه هدف نیست و مثل سراغه واضح و معین است، اما راه های رسیدن به آن گوناگون. معیار چهارم هدف گذاری این با حرف ار سر می شود، ریالیستیک یعنی واقعی. از خود باید بپرسیم آیا آنچه که من میخواهم واقعی هست؟ مثلا اگر با خود هدف گذاشتید که در سال 2022 1000 نسخه کتاب کلان حجم را میخوانم، آیا این گونه هدف گذاریتون واقع بینانه است؟ طبیعی است که قدرت خواندن 1000 کتاب را در این مدت کوتاه ندارد. پس چنین هدف نویسیتون غیر واقعی است. یا که پیش از آرزوی خریدن اتومبیل مارکی فراری در سال روان، به درآمد ماهانه خود واقع بینانه نظر باید کنید که آیا با همین درآمد امروزتان امکان دارد چنین اتومبیل را خریداری کنید. یک هدف می تواند همزمان بلند پروازانه و واقع گرایانه باشد. شرط پنجم هدف گذاری از روی سمارت با حرف تی سر می شود، تایمد، یعنی در وقت معین عملی شونده. این معیار به سوال کی جواب می دهد. مثلا اگر به زیارت خانه خدا به کعبه رفتن می خواهید، باید معین کنید که کدام سال و کدام ماه رفتن می خواهید. دوستان عزیزم، وقتی آن رسیده است که اهداف ما را مشخص نماییم، اهداف واقع بینانه برای خودمان تعیین کنیم، زیرا این اهداف به ما کمک میکند تا بدانیم که در زندگی چی چیز را به دست آوردن میخواهیم. مسیر ما را برای ما مشخص میکند و در نتیجه میدانیم که در چه راه باید قدم گذاریم. اهداف ما کمک میکند تا محدودیت ها را از بین بریم و خودمان را پیدا کنیم. خلاصه آموختیم که هدف چگونه باید باشد. هدف باید روشن مشخص باشد. هدف باید قابل مقایسه و سنجش باشد. هدف باید در وقت معین عملی شونده باشد. همزمان هدف باید خوب و ارزشمند و واقعی باشد. دوستان ارجمند، موضوع هدفمندی را که ما از طریق برنامه 33 کلید موفقیت پیشنهاد میکنیم، در میان کلیدهای موفقیت یکی از موضوعهای خیلی مهمی موفقیت هدفمندی به شمار میرود. بنابراین ما نمیتوانیم با یک یا دو برنامه این موضوع را پوره برای شما شرح و بررسی نماییم. میخواهم در برنامه نوبتی 5 معیار هدف گذاری را از روی یک آیت قرآنی پیشکش شما عزیزان کنم که خیلی موضوع جالب شوق‌آور است و اینچنین همون آیت را میتوانیم با این قانونی
سمارت که همان سال 1981 پیش بینی شده است مقایسه ها کنیم که چون این معیار چقدر 1400 سال پیش خداوند برای مؤمن ها پیش بینی نموده است. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلندی و سعادتمندی و هدفمندی یاری همیشگی شما باشد.